امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه با صدور فرمان محمد شویمارov رئیس فرهنگستان علوم را از مقامش سبکدوش کرد و فرهاد رحیموف معاون پیشین وزیر معارف را جایگزین او کرد. در ادامه تغییرات کادری در نهادهای حکومتی، امامعلی رحمان همچنین دادی خدا سیمودینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان را بنابر به سن بازنشستگی رسیدنش از مقامش گرفت و به جای او گوهر شرفزاده رکتور سابق دانشکده تکمیل اختصاص را تعیین نمود. مقامات شهر دوشنبه به ویران کردن چندین بنا در خیابان رودکی در مرکز شهر شروع کردند. بر اساس نقشه بازسازی پایتخت تاجیکستان، بسیاری از بناهای قدیمی مرکز شهر از جمله مرکزهای فراغتی وستن، آرش و قهوه‌خانه پارتسید از بین برده می شود. مقامات رسمی دوشنبه میگویند در جای آنها بناهای استقامتی بلند آشیانه و فروشگاه‌های نو می سازند. در شهر دوشنبه گروهی از متخصصان و مقامات رسمی راه‌های جلب سیاحان خارجی به تاجیکستان را بررسی کردند. آنها از جمله گفتند هرچند تاجیکستان طبیعت زیبا و مکان‌های دیدنی زیاد دارد، اما بنابر میزبانی نامناسب سیاحان نبود آسایشگاه‌های سطحی جهانی خارجیان به تاجیکستان نمی‌آیند. بر اساس یک ارزیابی بین‌المللی، تاجیکستان از نظر رقابت در عرصه سیاحت و جهانگردی در مقام 114 قرار دارد. سالانه 200,000 خارجی برای سیاحت به تاجیکستان می‌آمدند که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار کم است. اندری والوس، ادیب معروف روسی زاده تاجیکستان، سزاوار جایزه معتبر روسکی بوکر 2013 شد. منعقدان روس این جایزه $50,000 را برای کتابی بازگشت به 5 رود به اندری والوس سزاوار دانستند که ادیب 27 سال عمرش را صرف آن کتاب کرده است. کتاب درباره سرنوشت رودکی است، ولی به گفته ادیب واقعیت‌های امروز را هم انعکاس می‌کند. Нужны ли правителям стран деньги? Значит, Рудаки там говорит о том, что, вообще-то говоря, конечно, думают, что правителям стран деньги не нужны. Они уже вступили в тот круг, и деньги вообще не имеют никакого значения, потому что они могут в любую секунду стать нищими. Ну и что? Они могут поехать ко двору любого другого правителя, и там их встретят как родных. اندری والوس که سال 1955 در دوشنبه تولد شده است، بعد سال 1990 تاجیکستان را ترک کرد و حالا مقیم مسکو است. گفتگوی مفصل با اندری والوس با اخبار و ویدیوهای دیگر در تارنمای رادیو زادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم زمینه رادیو زادی برای تلفن‌های هوشمند.